زنان فیض الله جلال در برنامه فراخبر با این وردک سخنگوی طالبان جنجالی شد. در ایالات متحده مردم از روی شهرها پول جمع کردند. در سکوت حکومت قبلی افغانستان از زبان خلیل زاد. در ایالات متحده درهای یک لاری پر از پول در شهرهای سان دیگو کالیفرنیا باز شده و پولها از داخل آن لاری باد شد و مردم پولهای پخش شده بر روی بزرگ راه را با خوشحالی برای خودشان جمع آوری می کنند. فروپاشی حکومت قبلی افغانستان یک علت بنیادی و اصلی داشت. قومگراها در راس آن اشرف غنی احمدزی و حامد کرزی بسیار صادقانه تصور میکردند و حتی باور داشت نیروهای آمریکایی هیچگاه از افغانستان بیرون نمیشوند. خلیل‌زاد واضح میگوید که احمدزی نمیخواست صلح کند و این کار آمریکا را از بهبود وضعیت ناامید ساخت. درست است که هیچ کس تمام حرف ها را نمی گوید، ولی تمام حرف ها را پنهان هم نمی تواند. برای گفتن دو جمله دروغ مجبور است یک جمله را راست هم به آن علاوه کند. شما باید توانایی جدا کردن راست و دروغ را داشته باشید. ما در این سخن خلیل‌زاد هیچ شکی نداریم که غنی احمدزی تصور می کرد آمریکا از افغانستان بیرون نمی شود. این تصور غلط بنیادی تمام تصمیم های سیاسی او بود، از جنگ و صلح گرفته تا سیستم حکومت داری. من نمیره برادر. نمیره بیغم خواستایت ازش بخواد. هم بایدن و هم ترامپ به این ندیده رسید که افغان ها در قسمت صلح جدی نیستن و اگر بازشون ترجیح میدن که اوضاع به قسمی که هست باقی بماند تا چرا یکی صلح به صلح راضی شوند. نگرانی در این بود که اگر ما ایره مربوط بسازیم به موافقه بین افغانا، ممکن هیچ وقت افغانا به موافقه نرسند. بازا فکر میدونن که اوضاع خیلی خوب بود، این کوشش ها برای صلح اوضاع را خراب کرد. نه، اوضاع خراب بود و دلیلی که این پروسه شروع شد دلسردی مقامات عالی آمریکا از اوضاع در افغانستان بود. با طالب جنرالات کوشش کردن قانع کردن از اونا، با حکومت، با کلانای دیگه افغانستان، با کشورهای همسایه، خود جادوگر خود من نبودم. به خاطر چند سخن حاشیه‌ای، سخنان اصلی استاد جلال باید در نظر گرفته شود. حرفای آقای جلال این است که در کابل مردم زبان کارمندان رژیم طالبان را نمی‌دانند، امنیت ندارند و بدتر از این مردم نان ندارند. طالبان کابل را اشغال کرده اند. آنها یک گروه قومی با یک حکومت در قومی اینجا حضور پیدا کرده و همه چیز را از مردم گرفته اند. به قول آقای جلال طالبان از منافع ملی درک درست ندارند. از لابالای سخنان آقای وردک عمق فاجعه در افغانستان معلوم است و آقای جلال این مسئله را به خوبی درک می کند. به همین خاطر او با کمی خشم سخنان خود را در برابر نعیم استفاده کرد. او می داند بدون تعامل با جهان فاجعه در پیش روست که هیچ کس و هیچ نیروی قادر نیست جلوی آن را بگیرد. صدای استاد صدای گرسنگان و ستم دیدگان افغانستان به خصوص مردم کابل است. صدای هزاران انسان است که دردشان را نمی توانند به کسی بگویند. صدای استاد جلال رسا و صحتمندیش پایدار باد. منافع ملی منفعت تمام مردم افغانستان است که جنبه ملی دارد، جنبه منطقوی و بین المللی دارد.
حمایت مردم، رضایت مردم، حمایت منطقه، رضایت منطقه، حمایت قدرت‌های بزرگ. خب آقای محمدی گفتن در اجازه بده او ربان ما قتی دادما مرا مواجی نکو، مرا گپ خود ما گوش کو. بله بفرمایید. او دکتری تیب است، ما پروفسور حقوق علوم سیاسی است، او لنگی داره سر ملوچ است، او همراه پاکستانی ها مبارزه کردم، من علیه پاکستان هم مبارزه کردم، علیه ایران هم، علیه امریکا هم، علیه روس هم. خواهش من از شما ایست که بار قطعی تو آدم های عجیب و غریب بسا خودخواه نشانین که من دیگه در این تلویزون هم نمی آیم و حراس هم ندارم و متاسف هستم از وضعی که در کابل و امیازیر وجود دارد. خواهش میکنم. مردم نان خوندر خود ندارن. امنیت میفهمی امنیت چی است؟ مردم گپی خود زدن نمیتونن و از نظر قومی مردم تباستن و وقتی که در دیگه بخش ها میرون اصلا افهام و تفهیم بین یک آدمی که عریضه میکنه و یک رئیس، بین یک آدمی که مشکل داره و یک قاضی، بین یک آدمی که مشکل داره و یک والی و یک وزیر، افهام و تفهیم ایجاد نمیشوه. مردم در حال فرار هستن. اینا باید از خود انتقاد کنن و باید خود اصلاح کنن. زورگویی نکنن که مردم افغانستان زنده هستن. اشرف غنی اینا رو آورد در ارکشان، خیانت کرد با اساس روحیه قومی، با اساس روحیه پشتونوالی.